برام خدا. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به شهر ورزش. این هفته مجدداً با افتخار در مقابل شما قرار داریم. تشکر از ایمل شیرزاد که هفته گذشته برنامه شهر ورزش را تقدیم شما کرد. امیدوارم لذت برده باشید. این هفته هم با موضوعات مختلف و اتفاقات مختلف ورزشی با شما هستیم. برنامه را با رقابت‌های حرفه‌ای مشتنی آغاز کنیم. رقابت‌هایی که نخستین دوره رقابت‌های مشتنی حرفه‌ای یا WSP بود، با اشتراک 64 ورزشکار که برترین‌ها به تیم‌های ملی جذب خواهند شد و در ترکیب تیم‌های ملی قرار خواهند گرفت. از 4 زون ورزشکاران در این رقابت‌ها حضور داشتند و مسابقاتی است که به صورت تمام حرفه‌ای برگزار می‌شود. آرزوی موفقیت داریم برای ورزشکاران رشته مشتنی. خبر بعدی، ساخت یک جمنازیوم ورزشی هست در ولایت هلمند. نخستین جمنازیوم ورزشی استانداردی که در هلمند با مساحت 1950 متر مربع 1500 نفری هست و برای ورزشکاران ولایت هلمند و شهر لشکرگاه این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه. و در ادامه باز هم یک خبر داریم از هلمند. جام جوانان هلمند برگزار شد. القوی قهرمان این رقابت ها شد. 6 تیم در مجموع اشتراک کرده بود که این تیم موفق شد در بازی پایانی تیم عبدالقیوم همت را شکست بده در ضربات پنالتی. اینم خبرهایی بود که از هلمند تقدیم شما کردیم. یک عکس داریم در ادامه با هم خواهیم دید از مالستان غزنی. ورزشکاران مالستان در ولایت غزنی این عکس را برای ما روان کردند. از نبود یک میدان ورزشی یا یک زمین فوتبال حتی گلمند هستند و شکایت داشتند. امیدوارم رسیدگی کنند. افغانستان مشکلات خیلی خیلی زیادی داره، پر از درد هست و شاید تنها اتفاقی که میتونه برای لحظاتی لبخند و آرامش و خوشی را برای جوانان بیاره همین ورزش هست. لطفاً کمی به ورزش توجه کنید. ما بارها گفتم از دیپلماسی ورزش میتونید استفاده کنید. دیپلماسی ورزشی خیلی میتونه مؤثر باشه در آمدن صلح در افغانستان. و در ادامه، والیبال در ولایت لغمان. خیلی ورزش دوست هستند لغمانی ها. فکر میکنم تنها میدان ورزشی هست که در لغمان وجود داره. اینجا هم مسابقات پهلوانی رو برگزار میکنند، هم والیبال میکنند و میبینید چقدر استقبال خوبی میشه از برگزاری این مسابقات. این مسابقات والیبال هست که در لغمان برگزار شده. این هفته سیدعلی کاظمی، دوست و همکار خیلی خوب ما که فعلا در کشور روسیه هست و در مقطع ماستری تحصیل میکنه، 40 ساله شد. حالا خودش گفت 40 ساله، شاید یکی دو سال کم یا زیاد. برای علی کاظمی آرزوی موفقیت، صحت، سلامتی میکنیم. این عکس هم یادش بخیر سال 2014 هست. ورزشگاه ویمبلی لندن، بازی انگلیس و نروژ که انگلیسی ها بردن با گلی که ورونی زد. ما مهمان ویژه این مسابقه بودیم. یادی کنیم از علی کاظمی عزیز و از این مسابقه و از ورزشگاه ویمبلی که ورزشگاه بی‌نظیری هست. باز هم تبریک باشه برای استاد خوب ما سیدعلی کاظمی که یکی از عزیزانی بود، یکی از خبرنگارانی بود که کار خبرنگاری ورزشی را به صورت حرفه‌ای آغاز کرد. امیدوارم هر جا هستن موفق باشن. همچنان با ما باشید. در بخش‌های بعدی موضوعات جدی ورزش افغانستان تقدیم شما خواهد شد که انشاءالله ببینید و لذت ببرید. قبل از وقفه در رابطه با منچستر یونایتد هم صحبت کنیم که این هفته موفق شد 9-0 ساوثهمپتون را شکست بده. امسال تیم خوبی شده منچستر یونایتد، اگرچه بعضی جاها نباید ببازه ولی میبازه. 9-0 این تیم موفق شد که ساوثهمپتون را در رقابت لیگ برتر فوتبال انگلستان شکست بده. همچنان از مدعیان هست. سال 1995 منچستر یونایتد 9-0 ایپسویچ تاون را برده بود. سال 2019 لستر سیتی 9-0 ساوثهمپتون را برده بود و یک 9-0 دیگر هم ساوثهمپتون در نتایجش رقم خورد، یک باخت 9-0 دیگر، این بار مقابل من یونایتد شیاطین سرخ که با سولشیار امیدوار هستم امسال قهرمانی در رقابت لیگ برتر فوتبال انگلستان را تجربه کنند. وقفه. خوش آمدید به ادامه برنامه. همچنان با شما هستیم. شهر ورزش را میبینید از طریق شبکه جهانی طلوع. چندی قبل تیم سنوبورد افغانستان در مسابقات جام آزاد پاکستان اشتراک کرد و ما موفق شدیم در این رقابت ها توسط احمد سروش سروش نائب قهرمانی در رقابت های حذفی دو نفره را کسب کنیم. آقای سروش یکی از جوان های
خوب در این رشته ورزشی هستن که مهمان ما هستن. بیشتر امروزشون صحبت خواهیم کرد در رابطه با نایب قهرمانی جام آزاد پاکستان. خوش آمدید. شکر، خوش باشین. اول سلام به شما و بیننده های عزیز. شکر از دعوتتان. خوش هستم شما رو میبینم. شما سلامت باشین. همچنین اگر در مورد مسابقاتتون صحبت کنید، مسابقات تیم ما 13 نفر بله ورزشکار داشت در این رقابت ها و شما تنها ورزشکاری بودید که مدال گرفتید. بله، افغانستان امسال 13 ورزشکار اشتراک کرده بود از افغانستان که 3 بانو بود و 10 تن ورزشکار و پسر. این ورزش، این مسابقات، مسابقات بین المللی جام آزاد پاکستان بود که چند کشور اشتراک کرده بود، به شمول بیشتر از 6 کلاب پاکستان و کشورهای فرانسه و بلژیم، نفهم یک کشور دیگه هم بود، سویس بود، چی بود. بله. و همه کشورها اشتراک کرده بودن که مسابقات هم خیلی بسات خوب و عالی برگزار شده بود و عدد دو بخش بود، کاتگوری بود، حذفی و تایم سلاب. وقت که در بخش اولش تایم سلاب بود، من 11 شدم. ریکاردان چقدر بود؟ 1:05.36 بود. فاصله چقدر بود؟ فاصله بیشتر از 800 متر. و در بخش از ویشام که همه کشورها اشتراک کرده بودن، در این بخش من نایب قهرمان شدم. این مسابقات شماست؟ این بله، مسابقات حذفی دو نفر است. این بخش حذفی است که من با 6 ورزشکار مقابل شدم که اول ورزشکار ما از تیمی خودم بود، از افغانستان بود. بعدش یک فرانسوی، با فرانسوی مقابل شدیم که من این را تکرار کردم بارها، اما هیچ باور من نمیشه که من فرانسوی را حذف کردم که خیلی یک ورزشکار تنومند، قوی و با بهترین تمرینات و همین رقم مراتب باز ورزشکارهای پاکستانی آمد کلاپاش که در مرحله فاینال نهایی هم که بدبختانه هوا سرد شده بود، سرد شد و ناوخت شده بود، تقریبا ساعتای 5:30-6 شام شده بود. بل. ایدهی هم یخ زده بود سلوپن و من کمی که لغزیدم، ورزشکار از من پیش شد. ورزشکار حریف شما در دهی بخش پاکستانی پاکستانی بود. میتونیم تصاویر مدال رو هم با هم داشته باشیم زمانی که شما مدال رو میگیرید؟ میتونیم ببینیم آقای سروش. بله عزیز، که شما مدال خود دریافت میکنید. بله، و او هم یکی از مقامات عالی رتبه یعنی ایالت سوات بود به نظرم. بله، یک پیست است که کاملا مجهز هم داره، یک پیست بسیار مجهز مکمل با همه امکانات، از اسکی گرفته و سنوبورد تا لفت و تا همه چیزا بسیار خوب. میتونم مدال شما رو ببینم؟ چرا نه، مدال نقره مسابقات جام آزاد پاکستان، معلم جبا. معلم جبا، تبریک شما باشه. شکر. اونجا هم هست، انشاءالله موفق باشید، مدال طلا بگیرید در مسابقات انشاءالله. آینده و مسابقات پیش رو. چگونه است شرایط سنوبورد افغانستان؟ چقدر امکانات داریم؟ ما خیلی خوب است، شکرگزاری میکنیم نسبت به سالهای قبل. وسایل مناسب تانستیم که ما دریافت کنیم از بعضی کشورها، از بعضی سازمانهای سنوبورد و همین رقم وسایل ما و جایی که افغانستان آخه میفهمیم ماشاءالله کشور کوهستانی است، امکانات در هر جای کو داره که ما بریم برای تمرین. فقط یک چیزی که ما را به زحمت میسازه، یعنی اما انرژی و توان و گپای ما را، ما وقتی که میریم بالا میشیم به کوه پس میایم انرژی ما را از دست میدیم. یک لفت منظم، منظورم از این است که لفت منظم نداریم تا یک تمرین هم فوق العاده با بیشترین تمرینات، با بیشترین مربی. شما خیلی انرژی تا زمان بالا رفتن از دست میدین. گپ شما کاملا دقیق است. این هم تیم افغانستان هست در کنار تیم پاکستان. بله، این مکمل اعضای تیم، اعضای تیم ماست که در این مسابقات اشتراک کرده بودیم، باش سه بانو و یک هیئت هم از چیز اسکی بود، فدراسیون اسکی بود که آقای کارگر. من یک تشکری خاص میکنم از آقای داوود کارگر. امسال اعضای فدراسیون اسنوبورد با اسکی تفاهم را با هم امضا کردن که اسنوبورد هم شامل اسکی ساختن، مدغمشون ساختن. حالا اونقدر هم فرق نمی‌کنه، امیدوارم که باعث رشد و انکشاف ورزش شه و شما بهتر و با سهولت‌های بیشتر بتونید در مسابقات حاضر باشید. آقای احمد سروش، سروش تشکر از اینکه اومدی. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم، ان‌شاءالله همیشه همین گونه لبخند بزنی و در مسابقات آینده هم بدرخشی. تا حالا نام پیست سکی کندهار را شنیدی؟ نه. یک منطقه هست در باواریا که مرکز باواریا هم شهر مونیخ هست. ما همین تصاویر میبینیم
و اتفاق آقای سروش و این قسمت از برنامه رو به پایان میرسونیم. نام پیست اسکی، پیست اسکی کندهار هست. حتما در هفته‌های بعدی در رابطه با اینکه چرا نام این پیست اسکی کندهار هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. موفق باشید. خوش آمدید. بیننده شهر ورزش هستید. میخوایم در رابطه با یکی از ورزشگاه‌های ولایت نیمروز صحبت کنیم. ورزشگاه شهید همایون. با هم تصویرش رو می‌بینیم. از این تصویر می‌خوایم شروع کنیم. لطفاً همینجا باشین همکاران گرامی و عزیز. اعمار استادیوم ورزشی شهید همایون آزاد. موقعیت پروژه شهر زرنج ولایت نیمروز. تا اینجا هیچ مشکل نیست. تمویل کننده وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. برنامه تقدیر از اجرات خوب. و تطبیق کنندهش گفتن تاریخ آغاز کار 7/12/1390 و تاریخ ختم کار 7/9/1391، یعنی در ماه قبس سال 91 این ورزشگاه و پایان رسید. 8 سال شده که این ورزشگاه کار اعمارش به پایان رسیده. حالا وضعیت ورزشگاه رو با هم می‌بینیم که در این 8 سال چه وضعیتی داشته. می‌تونیم با هم در ادامه ببینیم ورزشگاه شهید همایون. این وضعیت ورزشگاه هست، فوق‌العاده تأسف‌بار هست. من نمی‌فهمم چرا هیچ مفکوره‌ای پشت ساخت ورزشگاه‌های فوتبال نیست. بدون هدف و بدون برنامه این ورزشگاه ساخته میشه، فقط پول از مصرفش کنن تمام. این ورزشگاهی که ساخته شده، ورزشگاهی که زیر نظر تربیت بدنی هم هست و مسئولیتش را در حال حاضر تربیت بدنی نیمروز داره، اما وضعیتش را می‌بینید بلا استفاده هست و هیچ استفاده هم از این ورزشگاه نشده و شرایط تأسف‌باری که دیدیم. ارتباطی هم برقرار کردیم با آقای ناصر حسینی، مدیر تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز. در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد. حسینی صاحب سلام، وقت بخیر. سلام وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون تلو. شما سلامت باشین. از موضوع ورزشگاه شهید همایون آزاد شروع کنیم. چگونه است؟ چرا به این شکل هست و چرا چنین ورزشگاه‌هایی ساخته میشه؟ حالا به طور خاص در نیمروز چنین ورزشگاهی ساخته شده و استفاده نشده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ورزشگاه شهید همایون آزاد که طرف وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر به خاطر تقدیر از اجراءات خوب ساخته شده، این ورزشگاه کمی از ساحه شهر زرنج دور است، به خاطر که به سال 91 والی وقت ما که بود به ما با تمام آمرین و روسا ادارت داد که هر کس پروژه داره به خاطر اعمار اماکن ورزشی و غیره ریاستا پروژه خوب بیاره که ما پروژه جمنازیوم ورزشی و استادیوم ورزشی روان کردم به مقام محترم ولایت که خوشبختانه منظور شد و این استادیوم اعمار شد از طرف وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر و قرارداد شد با شرکت به نام شرکت سباون از مرکز قرارداد شد و امروز کار شروع شد. شما میگین که دور هست، آقای حسینی میگین دور هست از شهر نیم، از شهر زرنج فاصلهش دور هست. چرا همان سال 91 همین موضوع رو اشاره نکردید و بیان نکردید و نگفتید؟ ما همون سال ما را یاد کرده بوده و شرکت که آمد و حیاتی که از طرف وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر ولایت نیمروز تشریف آوردن رفتن اینا جی پی اس کردن و گفتن که یک کمی دور است، چون ما داخل شهر زمین نداشتیم. زمین ما اینا 15 جریب زمین میخواست، ما که زمین داشتیم 7 جریب بود با داخل شهر مربوط تربیت بدنی 7 جریب بود که ما گفت کفایت نمینه باید از شهر بیرون که ما باز با والی صاحب مشوره کرد. والی صاحب زمین دولتی بود که فعلا این منطقه از طرف ریاست وزارت محترم سید تمام یک شفاخانه صد بستر و از طرف وزارت امور زنان یک پارک برای زنان و از طرف وزارت محترم مبارزه با مخدر یک شفاخانه کلینیک ترکیتیت اعمار شده و اونا هم به مشکل گرفتار. یعنی استفاده نمیشن آقای حسینی؟ یعنی شفاخانه که شما گفتید یا موضوع دیگری که اشاره کردید کلش بلا استفاده است؟ بله بله، صرف کلینیک ترکیدیات به خاطر متعدد استفاده میشه و پارک زنانه و
دیگه مسائل سخته شده استفاده نشون نبرخ است نه آب است اونجا که در آینده انشالله که وعده کردم اداره برق و ریاست آبرسانی که ما به این منطقه آب و برق انتقال بده که ما بتونیم این را ترمیم کنیم و شفاخانم که شفاخانه صد بستر است فعلا کارش تمام نشده تو برای تکلیف مونده که تقریبا 5 سال میشم و استادیوم شهید خمینی آزادم که به شما روشنایی بیشتر بدم این چمن بود استادیوم ما را چمن کردیم این را خب چمن طبیعی داشت و بلت خوشکسالی هایی که متواتر به ولایت نیمروز رخ داد چمن از بین رفت و خراب شد و ما اینجا لیگا برگزار کردیم مسابقات مختلف جوانان و بزرگسالان برگزار کردیم متاسفانه که ناامن شد منطقه و یک کم ناامنی زیاد شد و ورزشکارا به منطقه نمی رفتند من میگم کاش که همین پیسه‌ای که مصرف شده این پیسه را شما روی همان 7 جریب زمینی که در داخل شهر داشتید مصرف میکنید حالا نیاز نبود حتما استادیوم فوتبال بسازید و مسئله حفظ و مراقبت یک مسئله است که باید حائز اهمیت قرار بگیره ولی هیچ وقت در پلان ها و برنامه ها نبوده فقط ساخته میشه و تمام و پولی هست که میآید و مصرف میشه حالا شما از شفاخانه گفتید از پارک زنانه گفتید از خیلی موضوعات دیگر اشاره کردید و گفتید تمامش استفاده نمیشه و خیلی این فقط یک مثال هست شاید در سرتاسر افغانستان چنین ورزشگاه‌هایی ساخته شده باشه چنین شفاخانه‌هایی ساخته شده باشه ولی استفاده نشده پول آمد مصرف شد بعد هم مصرف شد و ورزشگاه‌های ما اماکنی که ساخته شد نابود شد متاسفانه شما سلامت باشید جناب آقای ناصر حسینی مدیر تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز برای شما آرزوی موفقیت میکنم سلام ما را به ورزشگاه‌های ولایت نیمروز برسانید امیدوار هستم وضعیت ورزشگاه شهید همایون هم مشخص شود و مسئله حفظ و مراقبت را هم در نظر بگیرند تشکیل شما بیشتر شود و به ولایاتی که استعداد دارند بیشتر توجه کنه تربیت بدنی افغانستان صحبت دیگر نیست آقای همایون عزیز سلامتی شما و ما آرزو دارم که تشکیل ما زیاد شد مواطب بتانیم و مکن وردشو خود بیشتر حفظ و مراقبت کنیم و نگهداری کنیم ما به می سال 1400 ما برنامه احاطه صدیم شهید همایون و احاطه جمنازیم شهید محمد حسن عزیزی را ما به مرکز روان کردیم از طرف وزارت ریاست کارسازی ولایت نیمروز از طرف انجینران ترسیم شده تکمیل شده روان کرد ان شاء الله که منظور شود ما بتون احاطه کنه که از تخریب بیشتر جلوگیری کنه و با بازسازی شروع کنه بسیار خوب راستی شما چند سال شد که مدیر تربیت بدنی نیمروز هستید ما تقریبا از سال 92 ما بیس مدیر تربیت بدنی عامر ورزشی فعلا عامر ورزشی جلوتر مدیریت به عامریت ورزشی عامریت شده سپاس از آقای ناصر حسینی مدیر تربیت بدنی و ورزش ولایت نیمروز گفتن عامریت شده عامر ورزش دو هفته پیش در رابطه با فدراسیون فوتبال تخار صحبت کردیم لیگ برتر تخار و مشخصا آقای سمیع الله سالزاده رئیس فدراسیون فوتبال تخار گفته میشد که دو تیم دارن در لیگ برتر تخار ارتباط با برقرار هست با رئیس فدراسیون فوتبال تخار بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای سالزاده سلام وقت بخیر شما سلامت باشین دو تا تیم هست که ابهامات وجود داره یکی تیم شیوا هست یکی تیم تخار باستان اگر اشتباه نکرده باشم آیا شما در لیگ برتر تخار تیم دارید و صاحب امتیاز هستید؟ نه امتیاز از تیم مردم هست که آقای فدرستان که مالک لیگ تخار باستان هست و تیم شیوا ربط با مولید و تیم شیوا رو ما تمدیل میتونم در مقرره ما چنین ذکر است که ما خود مقرره رو ساختیم دسته که مسابقات باشه ما مسئولیت فدراسیون فوتبال در مورد ندارم امروز معاون فنین یا مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال دارم ولی شما رئیس هستید اگر مسئولیت هم امروز ندارید رئیس که هستید آقای سالزاده یعنی روزی که تیم شما تیم شیوا تیم شیوا درست میگم؟ تیم شیوا امتیاز من نیستم من تنها مربی هستم خب شما مربی هستید فرق نمی کنه مربی هم که باشید به حال میتونید تاثیرگذار باشید بعد یک موضوع دیگه حاجی صاحب احسان الله حاجی صاحب احسان الله برادر شماست بله بله نه خیر چنین چیز ذکر شده بله نه خیر قرار ما زمانی که ما تمرین میتم یا روزی که مسابقه است همراه ما به عنوان یک مربی برخورد میشن نه به عنوان یک رئیس
ولی فقط زمان مسابقه و 90 دقیقه مسابقه مهم نیست آقای سالزاده، شما به حال قبل از مسابقه و بعد از مسابقه هم میتونید تاثیرگذار باشید و شما رئیس فدراسیون هستید. نخیر ما تمام مسئولیت ها را به تمام بخش هایی که فدراسیون فوتبال مسئولیت دارن برازو دادیم. من هیچ نقصی ندارم، بله. نه بالای حکم، نه بالای مربی ها، نه بالای کمیته برگزاری مسابقات، نه بالای معاونت فنی. تمام مسئولیت ها رو ما برازو دادیم، مسئولیت دادیم، صلاحیت دادیم. حتما به همین صورت هست، ولی باز هم جدا از موضوعی که شما اشاره کردید، به نظرم خوبتر این هست که شما فقط رئیس فدراسیون فوتبال باشید نه مربی یک تیم در لیگ برترتان. و نکته‌ای که برای من جواب دادید ولی ندادید، اول گفتید بله بعد گفتید نه خیر. حاجی صاحب احسان الله صاحب امتیاز تیم‌های شیوا و تخار باستان برادر شما است؟ بله بله. خب سخ. سپاس آقای سمیع الله سالزاده رئیس فدراسیون فوتبال تخار، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. وقت شما بخیر. هر نکته موضوعی که در رابطه با فوتبال و ورزش افغانستان دارید میتونید از طریق مثبت 9711995201 با ما در میان بگذارید. تشکر از همکاری های شما، تشکر از اینکه ما رو در جریان اتفاقات ورزش افغانستان و حتی خارج از افغانستان قرار دادید و قرار میدید. امیدوار هستم که بتونیم برنامه ها رو با کیفیت تر تقدیم شما کنیم و همچنان موضوعات رو به صورت کامل و جامع پیگیری کنیم، تحت پوشش قرار بدیم. با ما باشید. شهر ورزش. خوش آمدید. در چند هفته گذشته در رابطه با تکواندو صحبت کردیم، با آقای بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان هم در رابطه با موضوعات تکواندو صحبت کرده بودیم. من دعوتشان کرده بودم که اینجا در برنامه باشند، حضوری هم روشون صحبت کنیم. چه اتفاق خوبی هست برای ما و برای شهر ورزش و برای تکواندو افغانستان. خوش آمدید آقای ترکی. سلامت باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان محترم شهر ورزش و براتون مبارک میگم دستاورد تکواندو. شما سلامت باشین. میخواین با همین دستاورد شروع کنیم بحث را؟ 7 مدال از مسابقات بین المللی تکواندو پومسه. بله تشکر. زمانی که پومسه یکی از بخش های تکواندو است که داخل مسابقات جهانی شد، ما تصمیم گرفتیم که باید روی پومسه هم سرمایه گذاری کنیم، چون مدالشون ارزشمند است و خصوصا دمین نزدیکا کوشش به این میشه که رئیس فدراسیون جهانی با رئیس کمیته بین المللی المپیک ملاقات داشته باشند تا پومسه هم داخل بازی های المپیک شود. خوشبختانه که ما تانستیم از مسابقات بین المللی، گرچه ما بسیار تازه شروع کردیم، بله، در بین 30 کشور یک مدال طلا گرفتیم، مدال نقره و مدال برنز. مسابقات آنلاین بود؟ چطور آنلاین برگزارش کردن؟ خب به خاطر از این که مشکلات کووید 19 است، از این خاطر نمیتونن که تیما را دعوت کنن. کوشش به این میشه که فعالیت داشته باشه فدراسیون های مختلف ورزشی، خصوصا فدراسیون آسیایی تکواندو. پومسه قسم است که مسابقاتشان هم مسابقات اگر حضوری هم میباشه روی یک فرم منظم کار میشه، ضرورت تا قدر زیاد دیده نمیشه که حتما باید در دویشان یک جایی باشه، خصوصا در این شرایط. به او خاطر به شکل به طور مجازی گرفتن. دیگه مسابقات ما خب به طور مجازی گرفتن نمیشه، ولی پومسه میشه. یک مدال طلا، یک نقره، پنج برنز بره. در مجموع 7 مدال. مبارک. 30 کشور هم اشتراک کرده بودن. مبارک به شما و هموطنان عزیز علاقمندان به تکواندو. تشکر. میخوایم در رابطه با بودجه تکواندو صحبت کنیم، بودجه ورزش. چند هفته است من خیلی علاقمند هستم که از مسئولین تربیت بدنی اینجا باشن و صحبت کنیم در رابطه با بودجه ورزش در سال 1400 که چگونه هست، بر چه معیارهای این بودجه و بر چه اساسی این بودجه ساخته شده یا ساخته میشه و شرایط دریافت پول چگونه هست. همین سیستمی که در کشور ماست در قبال ورزش از لحاظ بودجوی، این خلاف تمام معیارها است. معیارهای ورزش در دنیا. بله. شما خودتان فکر کنین، به طور مثال ما یک مثال همیال ما پیشنهاد کرده بودیم که در ماه 26 مارچ مسابقات کسب سمی المپیک است. دفعتا فدراسیون آسیایی تکواندو تصمیم گرفت که این مسابقات به تعویق افتاد، به ماه می برگزار میشه. درست؟ احتمال از این میره که مثال
فدراسیون آسیا یا فدراسیون جهانی بگه که 10 روز بعد مسابقات جهانی برگزار میشه. ما اگر یک پیشنهاد تقریبا ببریم پیشنهاد کنیم و بازو مو مراحل را که فعلا در دولت افغانستان است و سیستم کهنه او را طی کنه، ما نمیتونیم که به مسابقات برسیم. در تمام دنیا بودجه وقتی که مشخص میشه برای المپیک و ریاست وزارت ورزششون، اگر اونا مثال یک تیم را بخواین که فردا روان کنن به مسابقات، اونا میتونن که 2 بجه شب هم برن پول بگیرن و چی کنن، ورزشکارای خود اعزام کنن. اما در افغانستان این سیستم به او شکل نیست. یک و دومی که ما انتقاد نمی کنم، در کمیته ملی المپیک ریاست تربیت بدنی خدا شاهد است، این شما شاهد هستین که حالا امو فساد دش کم شده، کوشش به این میشه که حمایت صورت بگیره از ورزشکارا، ولی توان حمایت را نداره متاسفانه. و پالیسی را که دولت افغانستان داره در قبال ورزش به نظر ما من حیث ورزشکار درست نیست. ما انتقاد نمی کنیم، پیشنهاد می کنیم برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان. شما کتگوری بندی ورزش هایی که پردستاورد هستن و مدالایشان ارزشمند هستن، ما باید خود با جهان برابر بسازیم. دقیق. و نمیتونیم که ما از جهان بهتر فکر کنیم، نه او تجربه را داریم در بخش ورزش. اینا به طور مثال 400 میلیون افغانی سالانه، 400 میلیون افغانی برای یک فدراسیون بودجه میتن، برای یک فدراسیون بودجه میتن، و کمتر از 200 میلیون افغانی، کمتر از 200 میلیون افغانی برای ریاست عمومی تربیت بدنی جمع 54 فدراسیون، جمع معاش مامورین تربیت بدنی، جمع امی رنگ و روغن و امی ایاشا و ایباته اصری ورزشکارا کمتر از 200 میلیون افغانی است. با سفرها، با تمام چیزها، این حالا خود شما فکر کنین که این بودجه که کمتر از 200 میلیون است و برای 28 فدراسیون المپیکی و برای تقریبا 20 چند فدراسیون غیر المپیکی، این در مجموع بیشتر از 50 فدراسیون، امی چی گونه یک ارزیابی صورت گرفته که باید برای 54 فدراسیون، جمع فدراسیون هایی که مدال های المپیکی داره، کمتر از 200 میلیون افغانی باشه، ولی برای یک فدراسیون که رشته المپیکی هم نیست برای از او 400 میلیون افغانی باشه. اگر از لحاظ ارزش خود ورزش ها صحبت کنیم در جهان که تعیین کردن که کدام ورزش ها میتونن عضویت خانواده کمیته بین المللی المپیک را داشته باشند، باید بعضی میارا از کوره پوره کنند. هر ورزشی که اون میاره پوره کرده نمیتونه، او شامل از خانواده نمیشه، که یکیش کرکت است. کرکت تا حال پذیرفته نشده من حیث یک ورزش المپیکی، ولی 28 رشته دیگه تمام اون میارا را برابر کرده و پوره کرده که امروز عضویت خانواده کمیته بین المللی المپیک را داره. شما چطور یک ورزش را که کمیته بین المللی المپیک برش ارزش قائل است و برای جهان میگه که بالاترین، با ارزشترین و ارزشمندترین مدال ها، مدال های اینی رشته ها است. بله. صحیح؟ شما برای از او رشته ها، برای 28 فدراسیون، جمع فدراسیون هایی که مسابقات جهانی دارن تحت نظر کمیته بین المللی المپیک کار میکنن ولی رشته المپیکی نیست، برای تمام از اونا کمتر از 200 میلیون افغانی بودجه میدین. برای یک فدراسیونی که هنوز اون معیار برابر نکرده، شما برش 400 میلیون افغانی بودجه میدین. این می ارزیابی از کجا بوده؟ به خاطر چی بوده؟ اومدیم سر دستاوردش. اگر ما در رشته کرکت میتونستیم قهرمان جهان شویم،
بچشم. حق ما رو برشان میدادم. وقتی در 12 تیم برتر جهان اشتراک میکنن 12ام میشن. درست؟ تو خو نمیشه که هر روز بریم زیمبابوی رو ببریم، ایرلند رو ببریم، پس بیایم بازو قهرمان جهان بگوییم و بگوییم که مثال دستاورد ما بالاترین دستاورد است. صادقانه باید صحبت کنیم. من گفتم انتقاد نیست، صرف پیشنهاد میکنم. وقتی که یک رشته میره در بین 204 کشور جهان میره مدال المپیک میگیره و رفتن به المپیک هم یک رویاست و رویا را به حقیقت تبدیل کردن 7 خان رستم را گذشتن است. بسیار مشکل است و اکثریت مربیا، اکثریت ورزشکارا این رویاها را کت خود بردن به گور نرسیدن. تقریبا 70% ورزشکارای دنیا وقتی که شروع کردن ورزش رویایشی بوده که ما باید یک روز در المپیک بریم، سهمی المپیک را بگیریم، ولی نرسیدن. 30%ش فقط میتونه که برن المپیک ببینن و مدال گرفتنش بسیار سخت است. این رفتنش خب بازم یک چاره میشه. این حال وقتی که شما میرین از یک رقابت که ناممکن است خصوصا برای افغانستان 3 مدال المپیک میگیرین و او رو با توانایی فنیتان میگیرین، شما با جمع 28 فدراسیون با ارزش دیگه و جمع فدراسیونایی که 54 تا نمیشه، برای شما دولت افغانستان 200 میلیون افغانی جمع معاش مامورین و همه چیزا در نظر میگیره، ولی برای یک فدراسیون 400 میلیون افغانی مد نظر گرفته میشه. من چی فکر کنم؟ من حیث یک شهروند، من حیث یک افغان، من حیث یک ورزشکار، معنایش این است که ورزشکارهایی که نو میخواین ورزش کنن اینطور در ذهنشان ای گپ خطور میکنه که رشته کرکت یکی از مهمترین، بهترین و با ارزشترین رشته در سطح جهان است که نیست. چطور شما میتونین که حالا چند ماه بعد مسابقات المپیک برگزار میشه سر کی میارین مدال؟ ما همین کاری که ما میکنیم، زحمتی که ما میکشیم، تکلیفی که ما میکشیم از صفر. اینمی شما که نمی جایی زحمت هم میکشین به خاطر رشد ورزش است، درست است؟ هدفتون چی است؟ انکشاف رشد ورزش که بتونیم نتیجه بگیریم. ورزشکارای ما، تیمای ما اگر در فوتبال است از جام جهانی مدال بیاره و اگر رشته المپیکی است از مسابقات المپیک مدال بیاره. از این صفر تا اونم المپیک هدف اصلی ما تا این المپیک است. ما چطور خیر بتانیم که وقتی شما هدف قرار میتین کرکت تنها به صفت یک ورزش با ارزش در کشور، ما به کدام انگیزه، به کدام توانایی مثال که فکری و روحی و جسمانی خود ما بریم بر شما مدال المپیک بگیریم؟ خب شما انتظار دارین که باید تکواندو مدال المپیک بگیره، دیگر رشته‌های ما مدال بگیره از المپیک؟ بجاست، حق کلش از شما هم است، از مردم افغانستان هم است، ولی ما چی احساس داریم؟ احساس ما چی باشه؟ من حیث یک فدراسیونی که سالها افتخار آوردن بر افغانستان نمیشه دیگه که ما چرا از علی شیر نوایی و ما چرا از مولوی و ما چرا از اینا زیاد تعریف میکنیم؟ چرا هر روز از دیگه شعرا، چرا اونا رو با اونا مقایسه کردن نمیتونیم؟ چرا ما میگیم که امان الله خان، چرا ما میگیم عامر صاحب احمد شاه مسعود، اینا قهرمان های ملی ما هستن؟ خب اینا بهتر از دیگه حتما کار کردن. ما شما من ایس یک ملت بر اینا احترام به خاطر از اینمی چی میکنن، یعنی خب تنهایی خطیا نکردن، خب یک ملت پشتشان بوده. وقتی که اینا ما شما بگیریم یک کسی که در حد 15-20% قهرمانای ما شما کار نکرده باشه به او قهرمان خطاب کنیم، او کسی که جان شیرین خود فدا کرده، زحمت کشیده، تکلیف کشیده، آزادی افغانستان گرفته، از او یاد نکنیم، چی استنباط میکنیم؟ ما اینمی رقم یک حالت داریم. کمیته ملی المپیک
ریاست تربیت بدنی خصوصا رئیس صاحب صادقانه براتون میگم که خیلی توجه میکنن، خصوصا بر رشته های المپیکی و تکواندو. یعنی ما هر پیشنهاد که میکنیم تا حد توان دارن، ولی اینا خود شما بگین، یعنی ما شما فکر کنیم قاضی هستیم، اینجا ریاست تربیت بدنی المپیک است، 200 میلیون بودجه داره، همین 200 میلیون شما تقسیم 54 فدراسیون هم کنین، تقسیم از مامورین هم کنین، تقسیم روغنیات شما کنین، تقسیم اسریه و البسه و کل چیز کنین، این بر فدراسیون چند میرسه؟ خب اگر میگیم ما نداریم، کشور غریب هستیم، این همه قصد ما قبول داریم، پس این منطق ده کجاست که تو 400 میلیون افغانی را تو برای کرکت میتی، ولی 200 میلیون برای 54 فدراسیون میتی؟ برای کرکت باید جمپر برزویش برند باشه، کرمچش برند باشه، ماهانه ماهش 2000 دلار، 1000 دلار، 3000 دلار داشته باشه، ترینرهای رنگ و رنگ خارجی در اختیارشان باشه، خودشان از افغانستان در دوبای میزبان مسابقات باشه. خی اینی پیسه از کجا میشه؟ نه؟ ما ایره میگیم که شما تغییر بیارین در این روش، این قابل قبول ما نیست. من نمیگم 4000 میلیون بده. خب عدالت اجتماعی تا زمانی که تامین نشه در کشور ما صلح هم نمیاد. این عدالت نیست، این درست نیست که شما، این منطق نداره. اگر یک کرکتر نیاز به 2000 و 3000 دلار معاش ماهانه داره، یک تکواندوکارم نیاز به 500 دلار خیر از داره، نیاز به 200 دلار هم داره ماهانه، 10%ش خود داره نه. اگر یک کرکتر نیاز به یک دریشی بسیار خوب داره نه، یک تکواندوکارم داره، یک فوتبالر هم داره، یک رشته دیگه هم داره، همه گیشون ورزشکار هستن داره نه. ما جمپر برزی 900 و 800 که 4 دلار و 5 دلار میشه بپوشیم در مسابقات المپیک بریم، و تو کتی یک جمپر برزی برند نایک ادیداس یا یک چیز دیگه که 500 600 دلار تنها جمپر برزیت میشه، تو در مسابقات بری زیمبابوی رو بزنی، ما بریم مدال المپیک بگیریم، تو بری بنگلادش رو ببری، تو قهرمان باشی و ما چی بگویم؟ من نمیگم نتی برای کرکت، تو بده برش، خود تو پیش خود فکر کن که آیا اینمی رشته که در کشور ما افتخارات بزرگ آورده کدام رشته است؟ تکواندو نه؟ اگر تکواندو است صحیح است نه؟ شما علاقه زیاد برای کرکت دارین، این سلیقه شخصی شماست، داشته باشین. من نمیگم برش 400 میلیون بده، خب برمی کل ورزش افغانستان هم خب 400 میلیون برابر کرکت خب بده. چرا تو نصف بودجه یک فدراسیون برای 54 فدراسیون میدی؟ خب من امیرم میگم، من من حیث یک افغان من چی فکر کنم؟ چرا؟ به خاطر چی؟ من خب نمیگم که برای بخواه افتخار ماستن، من میگم خود تو چه رقم منطق بوده که برای 54 فدراسیون نصف بودجه یک فدراسیون، و او فدراسیون هم از لحاظ ارزش مدال پایین تر از دیگه فدراسیون هست. اینا لی اینه میره خیر از برای من جوابش، من از کرکت بورد جواب کار ندارم، اونا نوش جانشان باید بگیرن، ورزشکارهای ما هستن، افتخار میارن. من میره از کسایی که در وزارت مالیه هستن، از ریاست محترم جمهوری، من پیشنهاد برشان میکنم که شما یک ذره خیر است یک بازنگری کنین سر می بودجهتان. وزارت مالیه باید با کی صحبت کنیم آقای تارکی؟ با وزیر، با وزیر صحبت کنین، برایشان بگین که بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو گفت و از شما یک سوال داره که شما روی کدام منطق 400 میلیون افغانی را برای یک فدراسیون میتین و 200 میلیون افغانی را برای 54 فدراسیون جمع معاشات مامورین ریاست تربیت بدید؟ همین منطقش را برای ما بگین که برای ما هم حل شد. تمام تلاش خودم میکنیم تا هفته بعد با وزیر صاحب صحبت کنیم، انشالله که پاسخ خوب باشه، و و و و از سخنگوی محترم ریاست جمهوری هم سوال باید شد. دقیقاً از هر دوش باید سوال شد، بگین این منطق شه برای ما بگین که این منطق عزیز کجاست که دل ما هم صبر شوه دیگه. و یک چیزی هم برشون میگم، این حال که 400 میلیون افغانی برشون میتین، خیلی این حال روانشون کنین که از المپیک توکیو براتون مدال هم بیارن دیگه. آخو بالاترین چی از هر کس را که بودجه میده خود اینال دیگه باز روانش کن،
بزور روانش بودیم. یک تیاره بشن دو در تیاره جیت هم در پولیش بگو ما بزور داخل المپیک میکنیم شون سرش مدال هم بیاردیم. سپاس آقای بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان، تشکر از اینکه آمدید و نکاتی را بیان کردید که تا حالا خیلی بیان نشده بود و فوق العاده ارزشمند بود. تشکر. امیدوارم موفق باشید. سلامت باشید. با ما همچنان همراه باشید. شهر ورزش. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه شهر ورزش. می‌بینید بخش فوتبال هست. رونالدو بهترین بازیکن دهه گذشته فوتبال اروپا شد از طرف فدراسیون جهانی آمار و ارقام فوتبال. کریستیانو رونالدو که این هفته مقابل اینتر در کوپا ایتالیا گلزنی کرد به هر صورت بهترین بازیکن یک دهه گذشته فوتبال اروپا شد. از مسی و رونالدو جدا خواهیم شد. لوئیس سوارز، سوارز با پیراهن اتلتیکو در صدر جدول گلزنان 14 گل را به ثمر رسانده، تیمش فوق‌العاده عملکرد خوبی داشته و حالا شاید آبی اناری‌ها حسرت او را بخورند که چرا سوارز را از دست دادند و این فصل بارسلونا نمیتونه از این بازیکن استفاده کنه. در ادامه جدول لالیگا را با هم ببینیم. جدول رقابت‌های فوتبال اسپانیا که خیلی جالب هست. اتلتیکو مادرید با 50 امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به بارسلونا و رئال مادرید در صدر جدول قرار گرفته. 10 امتیاز فاصله داره، یک بازی هم کمتر انجام داده. بارسلونا و رئال مادرید حالا باید نبرد کنند و تلاش کنند برای رسیدن به رده دوم جدول. سویا و رئال و سوسیداد تیم‌های بعدی هستند. در انتهای جدول هوسکا، الچه و دپورتیو آلاوز قرار دارند. خیلی این فصل اتلتیکو نزدیک هست به قهرمانی در فوتبال اسپانیا. باید ببینیم چه اتفاقاتی رو خواهد داد و تیم دیگو سیمونه میتونه این فصل قهرمانی فوتبال اسپانیا رو کسب کنه یا نه. کلاس مربیگری درجه دوم فوتبال که این کلاس یا این کارگاه آموزشی را آقای طاهر رؤوفی پیش میبرند و تدریس میکنند. یکی از دو مدرس افغان AFC که در کنار آقای کارگر مصروف تدریس هستند و کارگاه های آموزشی و کلاس های مربیگری برگزار میکنند. میبینید مربیانی که از نقاط مختلف افغانستان آمدند، 24 مربی در این کلاس حضور دارند و اینکه 5 بانو هم هست در این کارگاه آموزشی یا کلاس مربیگری درجه B یا سند B کنفدراسیون فوتبال آسیا. آرزوی موفقیت برای این مربیان و این ورزشکاران. نصب چمن جدید ورزشگاه فدراسیون فوتبال میتونیم تصاویر رو هم ببینیم، روی تصاویر صحبت کنیم. چمن قبلی 12 سال کار کرده بود. خیلی از مسابقات لیگ برتر اینجا برگزار شد. مسابقات ملی هم، دو مسابقه ملی هم اینجا برگزار شد. مسابقه افغانستان مقابل پاکستان و مسابقه افغانستان مقابل فلسطین. چمن تعویض شد بعد از 12 سال و این چمن نو و جدید با حمایت و با تمویل AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا نصب شد و اولین مسابقاتی هم که قرار هست برگزار کنند مسابقات لیگ قهرمانان کلب‌های افغانستان هست. امیدوارم لحظات خوبی را باز هم روی این چمن سبز و این مستطیل سبز تجربه کنیم و اتفاقات خوبی را شاهد باشیم برای فوتبال افغانستان و برای ورزش افغانستان. عمران حیدری ارزشمندترین بازیکن یا ارزشمندترین فوتبالیست افغانستان هست. ارزش او در ترانسفر مارکت که ارزش بازیکنان را تعیین میکنه نیم میلیون یورو هست. نیم میلیون یورو ارزش او هست. در تیم لخیا گدانسک در لیگ برتر پولند بازی میکنه و حالا هم میتونه برای تیم ملی فوتبال افغانستان بازی کنه. ببینیم شرایط کشورهای همسایه و بازیکنان ارزشمند کشورهای همسایه چگونه است. این منطقه زون مرکز آسیا هست. مثلا در تاجیکستان اونبار بایف 600 هزار یورو قیمتش هست و در کشور ازبکستان 6.5 میلیون یورو ارزش الدور شومردوف هست. در ترکمنستان هم رسلان مینگازوف ارزشش نیم میلیون یورو هست. این شرایط زون مرکز آسیا بود. جنوب آسیا باز هم کشورهای همسایه، مثلا هند 275 هزار یورو یا پاکستان 200 هزار یورو ارزشمندترین بازیکنش هست. وضعیت ما نسبت به جنوب آسیا خیلی خیلی بهتر هست. 100 هزار یورو هم داریم، 150 هزار یورو هم داریم. این شرایط رو که می‌بینیم ما، یعنی عمران حیدری ما، خیلی شرایطش بهتر هست و ارزشمندتر هست از بازیکنان منطقه جنوب آسیا.
سردار آزمون 23 میلیون یورو ارزشش هست. تنها کشور همسایه ما که 23 میلیون یورویی هست ارزشمندترین ورزشکارش. قبل از عمران حیدری هم فرشاد نور ارزشمندترین بازیکن فوتبال افغانستان بود. آقای فلورنتینو پرز هم به ویروس کرونا مبتلا شد. رئیس باشگاه رئال مادرید که آرزوی صحت سلامتی داریم برای رئیس کهکشانی ها و انشاءالله ببینیم که او چه خواهد کرد این فصل با رئال مادرید، با زیدان و با نتایجی که رئال در رقابت های فوتبال میگیره. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تشکر از اینکه برنامه شهر ورزش تماشا کردید. مثبت 9119295201 نمبر واتساپ برنامه هست. سپاس از اینکه با ما در ارتباط هستید. هر موضوعی که در رابطه با ورزش افغانستان هست لطفاً با ما شریک بسازید. کوشش میکنیم که در حد و توان و تا جایی که زمان برنامه اجازه میده موضوعات ورزش افغانستان را بررسی کنیم. با اتفاق تمامی همکاران تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما رو خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما.